عرفات. نام صحرای است وسیع و هموار در دامنه کوه به نام جبل رحمه که در جنوب شرقی مکه مکرمه بین صوفیه و ارنه قرار دارد و بخش عمده آن از حرم خارج می باشد. صحرا و یا کوه عرفات محل خارج از مکه است که تمام حجاج سراسر جهان به ویژه افغانستان در آن محل گرد هم آمده به دعا و نیایش می پردازند و پس از برگزاری نماز ظهر و عصر به مکه مکرمه باز می گردند. آران این دعا را در کنار کوه جبل رحمه می خوانند. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. و سپس حجاج به سمت سرزمین مشعر الحرام حرکت می کنند تا در روز عید قربان در سرزمین منا باشند. در این روز حجاج معظم، ضیوف الرحمن، مهمانان خدا از خود مکه معظمه رخت سفر بسته می کنند و به منا و از منا می روند. در این روز و میدان عرفات و تمام عصاره حج فشرده حج امی عرفات است. یعنی عظمت و بزرگی حج در اینجا تجلی میکنه. از سوی هم در این روز حضرت جبرائیل علیه السلام هنگامی که مناسک را به ابراهیم میاموخت چون به عرفه رسید با او گفت عرفت و او پاسخ داد بله و پس از آن به این نام خوانده شد. در این روز روزه گرفتن خیلی ها ثواب و خیلی ها اجر عظیمی دارد و حتی المقدور تمام مراسم حج هم در این روز گری خورده وابسته است که حدیث پیامبر صاحب است که الحج و عرفه و همه هست بود و ثواب و تمامند کن حج در روز عرفه وابسته است. تعداد میلیاردها یا لک ها مسلمان به اونجا میره زیارت حج بیت الله شریف هم انجام میده و اونجا با هم در غندی عرفات که یک جای بسیار به حساب شاعر الله هست استاد میشن، دعا میکنن و دعا که قبول میشه و درگاه الله جل جلاله یک جای بسیار خوبی است که غندی عرفات میباشه. وقف در عرفات نه تنها یکی از ارکان اصلی مناسک حج است، بل حج بدون عرفه حج نیست و تمام زائران خانه خدا در روز نهم ذوالحجه به این سرزمین مقدس آمده در آن وقف میکنند.